اساس موفقیت است. برای موفق شدن باید ایمان به موفقیت داشت. پایان امید پایان زندگی است. این جملات رو زیاد شنیدین، درسته؟ چند ساله اینا رو شنیدیم و باورمون شده. چند ده ساله، شاید قرنهاست این جملات رو شنیدیم و باور کردیم که پایان امید پایان زندگی است. تا حالا شده یه ذره شک کنین جملات غلطه؟ غلطه میگم. تا حالا شده یه ذره شک کنید؟ میخوام حرفای عجیب غریب بزنم، ولی مچمو بگیرید که شعار ندم. اگر با هیجان هم صحبت میکنم از تأثیر موضوع است. ولا و الا دلائل قوی باید و معنوی، نه رگهای گردن به حجت قوی. تلاشم در تفهیم بر استدلال است، نه برای تلقین با هیجان که حس خوبی ساعت خوشی برای شما ایجاد کنیم و تمام. نه، میخوام یک نگاهی رو بشنوید، یه دیدگاهی رو یاد بگیرید که نه ساعت خوش، یه زندگی خوش رو رقم بزنید. امید اساس موفقیت است. غلطه. پایان امید پایان زندگی است. غلطه. چرا غلطه؟ اینا باورهایی است که ما با اینا داریم زندگی میکنیم، که اگر تو نشانه بری، هدفی رو، خواستی رو داشته باشی، تمام کائنات دست به دست هم میدن، تلاش میکنن تو رو به اون هدفت برسونن. از این حرفا زیاد میشه، حرفای خوشگل، نه؟ واقعا کائنات معطل مغز منم که من خواستم رو در نظر بگیرم و کائنات را میفتن، من میشم سلطان کائنات، کائنات اینو برسونه به اینجا. کائنات منو تو رو حساب میکنه؟ کائنات قانون برای خودش داره. تویی که باید مطابق و هماهنگ با قانون کائنات باشی، نه کائنات مطابق و هماهنگ با تو. این افکار خوشکل غلط ریخته و رایج که بخواه بهش میرسی. ایمان داشته باش که موفق بشی، میشی. چرا من اینها همه برام باورهای مردد شد و شک کردم بهش و بعد رد شد؟ چرا؟ زندگی من برعکس اینو به من ثابت کرد و نشون داد. زندگیم کاملا باورهای معکوس با این رو به من نشان داد، باورهای معکوس با این رو تحقق بخشید. خدایا کی راست میگه؟ این باورهای رایج یا تجربه های شخصی زندگی من؟ مگه چی بود زندگی من؟ روزگاری بود، برمیگردم به اون روزگار، اینقدر خجالتی بودم. یکی میگفت حالت چطوره؟ میگفتم قابلی نداره، نمیدونستم چی بگم. روزگاری بود، امروز اینجا ایستادم به عنوان دکتر. روزگاری بود که تنبلترین فرد کلاس بودم. حالا اینقدر امید داشتم، رویا میچیدم، شاید اول کلاس شدم، با رویاهام زندگی میکردم. وقتی پایان کلاس ها میشد و دیگه امتحانات میشد، نمره های تک رو که میدیدم رویاهام در همین میشکست. و چی شد؟ من خواسته بودم که برسم، که ضعیف‌ترین فرد کلاس بودم، همیشه کتک می‌خوردم، یه فلج مغزی هم رد می‌شد منو می‌زد. یه آدم مفلوک، له. تو رویاهام می‌گفتم وای من یک روز ثروتمند می‌شم، من یه روز چنین و چنان می‌شم. تو همین حال بودم شب‌ها با این خیال خوش خوابیده. از سقف خونمون چون تیرچوبی بود و کاگلی، بارون می اومد، آب می چکید، چکه های سرد آب مرا از این رؤیا بیدار می کرد. پاشو، پاشو. پس قصه چیه؟ امیدوار باش. هر امیدی دستش گذاشتم، ناامید شدم. تازه این همه غم و مصیبت، افت تحصیلی، یادم دیپلم رو 9 تا تجدید آوردم.
من نمیدونم چی رجینه بود. فکر کنم مثلا ورزش بود، یکیش انضباط بود، از اینا بود. چون اونو به ترخم میدادن دیگه. گفت را برو یه نمره بهت میدم که را میری بالاخره. اونم از درسم. تازه تو این همه ناامیدی یه تیر خلاص هم خوردیم. تو اون دوران عاشقم شده بودم. کم اینجا بود جن و پری، یکی هم از دیوار پرید. اینو دیگه چیکار کنم؟ کجای دلم بگذارم؟ ناکامی. اونم چه عشقی یه طرفه که محبوب نیم نگاهی هم به ما نمی کرد. اینم ناکامی. هی امید ناامیدی. کام ناکامی. امید ناامیدی. بریدم. دیدی اینایی که معتاد میشن میگن چی شد ترک کردی؟ میدونی چی میگن؟ اونایی که واقعا ترک کردن این جمله رو میگن، میگن بریدم. بریدم. من از امید دل بریدم. من نمیخوام امید رو. از امید فرار کردم. از امید خسته شدم. امید نفس منو گرفت. نمیخوام امیدوار باشم. دیگه نمیخوام امید رو. گذاشتمش کنار. خب گذاشتی کنار، پس چطور راه افتادی؟ چون تو مغز ما، تو سلول سلول مغز ما نوشتن بدون امید نمیشه زندگی کرد. درسته؟ غلطه. میخوام یه انگیزه دیگه ای جاش بگم. انگیزه دیگه ای. میخوام بگم میشه بی امید، با امید، ناامید، هر شکلی میتوان موفق بود بدون شعار. چجوری؟ جای امید که خستم کرد، من از امید گریختم، من امید رو نمیخوام، انقدر ناکامم کرد، انقدر ناامیدم کرد، نمیخوامش و گریختم و فرار کردم به سوی ناامیدی. ولی نه برای اینکه در آغوش ناامیدی تسلیم بمانم و غرق بشوم، برای اینکه رفتم به سوی ناامیدی که زیر پاهام لهش کنم. با چی؟ یک جایگزین میخواد. نبرد عشق را جز عشق دیگر. جایگزین چی بود؟ تلاشگرایی. تلاشگرایی. و اون حقیقتی که شروع شد نقطه عطف زندگی، این تلاشگرایی بود. حالا تلاشگرایی چیه؟ آدمایی که تلاشگرا هستن، نگاه کنید، این میخواد مثلا قهرمان بشه. من تلاشگرا شدم، گفتم منتظر نیستم یه امیدی، نه به کسی امیدوارم نه به چیزی امیدوار. متاسفانه من اسمش گذاشتم سندروم اسب سفید. همه منتظریم یه اسب سفیدی بیاد ما رو ببره به سرزمین خوشبختی، یه کسی بیاد اوضاع رو عوض کنه، یه نفری بیاد منو نجات بده. همش منتظر این هستیم. اون اسب سفید، اون عامل نجات بخش درون ماست. و با این جمله زندگیم شروع شد. از خود عالمی بخواه و از عالمی هیچ مخواه. با امید بی امید میروم. و این اندیشه شروع قدرتمندی بود. امید دو تا آفت داره. میخوام از امید بد بگم، همیشه خوب شنیدیم. دو تا آفت داره امید. این دو تا آفت حمله گازنبوری کرده بود به من، لهم کرده بود. برای همینه گریختم ازش. یک آفت امید، اضطراب نرسیدن. اگه نشه، اگه شکست بخورم، اگه موفق نشم، اگه کنکور قبول نشم، اگه تو مسابقه ورزشی مدال نیارم، اگه به عشقم نرسم، اگه و اگه و اگه، همه شکست، وحشت از شکست. یکیش بیچاره میکنه آدم رو. و تمام انرژی که تو وجودم پر کردم برای رفتن، نفس منو میگیره و انرژیمو خالی میکنه. یه آفت. آفت دوم که دیگه قشنگ کفن میکنه آدم رو، آفت دوم افسردگی بعد ناکامی است، بعد ناامیدی است. اگر نشد، اگر ناکام شدم، چنان غمگین و افسرده میشم که انگیزه زندگی رو از دست میدم، چه برسه به تلاش توی حیطه خاص. دیدم این دو آفت بزرگ داره منو آزار میده، پناه بردم به تلاش. تلاش توش دیگه
نه وحشت و نگرانی ناکامی هست، نه غم و افسردگی بعد ناکامی هست. تلاش میکنم که تلاش کنم، درس رو شروع کردم، اعتماد به نفسم، الان جلو جمع دارم صحبت میکنم بی توپق، انقدر اعتماد به نفسم کم بود. طبق تست و ابزار علمی، تست اعتماد به نفس هست در روانشناسی، اعتماد به نفس من 70% خوبه، 80% خیلی خوبه، 90% عالیه، 60% بد نیست، 50% بده، 40% به پایین افتضاح وخیمه. من 18%، یعنی جنازه. نمیدونم از این کمتر کی باید بگیره، موجود حشرات باید بگیرن دیگه، ماهی ها کیا باید بگیرن. خب چه شد؟ اون از اون وضع فقیر که امید نمیدونم ثروت انبوه هیچی، ناامید شده بود. یادم اون موقع بربری یک قرونش میشد اندازه 4 تا انگشت، یک قرون بربری میخریدم، میرفتم دم کبابیاتون، پول نشم کباب بخرم، با دود کباب میخوردم، میگفتم بس فول ایش نصف فول ایش. اینم کارچی بعضی تو رویا تصور میکنیم. حالا خوب، دارای افت تحصیلی، اعتماد به نفس فوق‌العاده خراب، وخیم، ضعیف، بیکس، 11 نفر تو یه اتاق جدا از پدر، اینم وضعیت، مستجر. یه صندوق خونه داشتیم، صندوق خونه موقع میگفتن، اون تو میتونستم اتاق مطالعه هم بود، دوستانی هم داشتن به نام موش و سوسک و اینا هم با من هم نوایی میکردند. و این از وضعیت. حالا من گفتم، دقت کن این جمله رو، هر موفقیت که به دست آوردم نه تنها امید نداشتم که موفق میشم، ایمان داشتم که موفق نمیشم. این کودک، راست میگم، این کودک. از شما میپرسم، یه آدمی که اعتماد به نفسش 18%، یه آدم لهی که راه رفتنش جوری که آدم میخواد یه دونم بزنه پس کردنش، چطور میتونی بعد بیا جلو چند نفر صحبت کنی، یا برم مثلا برنامه زنده بیام چند میلیون نفر آدم صحبت کنم؟ این آدمی که معدلش شده 9 تا تجدید آورده، معدلش شده 10.31، این میتونه به دانشگاه تهران مثلا قبول بشه؟ ایمان داشتم دیپلم نمیگیرم، دیپلم رو گرفتم با اون معدل، ایمان داشتم دانشگاه خوبی قبول نمیشم، دانشگاه هم گذر کردم، تموم شد، فارغ التحصیل شدم با معدل 5. البته یه ترم دانشگاه، ترم اولش رو معدلم از 4 شد 92%، ولی گفتم باز شروع خوبیه، حالا ببینیم بعدش به کجا میرسه. بعد اون میتونی ادامه بدی با این معدل، بعد فوق با معدل 16 بودم، ایمان داشتم که من دانشگاه، اینم شانسی بود دانشگاه دولتی، من میتونم برم. اونم هم دانشگاه علامه 16، بعد دکترا رو با 19.75 دفاع کردم از علامه. خب چه جوریه این؟ چه اتفاقی این وسط رخ داده؟ من خواستم از این زندگی یه استراتژی، یه نگاه، یه ایدئولوژی، یک تفکر در بیارم که این تفکر راهی باشه برای هر کی میخواد این راه رو بیاد، نه این زندگی خصوصی شخصی استثنایی. اینقدر بدم میاد از این حرف که خب تو استثنا بودی، یعنی چی این حرف؟ دست ما از خودمون استثنایی کنیم یا مثل همه دنبال رو همه کس و همه چی باشیم؟ دست ماست. چجوری؟ اون نگاه هم این است که دارم میگم با سرعت. من تلاشگرایی رو جایگزین کردم، امید رو انداختم کنار، با امید، بی امید میروم و اون آفت دیگه نیست. شما نگاه کنید، تلاشگرایی انگیزه نامحدوده، میکنه که بکنه که بکنه، ورزش میکنه که ورزش کنه ورزش کنه، اما نتیجه گرا انگیزش نامحدود میره، یک تیشه مونده بزنه و الماس برسه، برید دیگه ناامید شد. اونی که میره ورزش میکنه مدال بیاره، یه بار نمیاره، دو بار نمیاره، سه بار نمیاره، تمام شد. قهرمانای تاریخ دیدم تلاشگرا بودن، انگیزشون نامحدود بود و میکوشیدن که بکوشند و برویند و بروند و انگیزه کوشیدن چیز، حس خوب من، کوشش بیهوده به از خفتگی، این حس خوب
این حس خوب رو میخواستم و این حس خوب رو از این تلاشگرایی گرفتم. و وقتی نگاه کنید این تلاش هر تلاشگرایی موفقه؟ نه. من اول حسابداری خوندم، یه سال داشتم افسرده میکردم، ولش کردم. تاریخ تمدن خوندم که ترم اولش مشهود شدم، بعد ولش کردم. رفتم ادبیات خوندم، اونم نیستش، فوق لیسانسو. بعد اومدم روانشناسی، آه خودشه. نگاه کنید همه اینا رو بگن که بسنجن که شما از درخت بریم بالا. فکر کنید ماهی بیچاره تو اینجا چه نمره‌ای میگیره؟ این که کودنه، این که نمیتونه، نمیفهمه، این که نمیتونه بره بالا. چه حسی خواهد کرد اگه معیار توانمندیش و ارزشش این باشه؟ هر کی را بهر کاری ساختن. پس هر تلاشگری موفقه؟ نه. هر تلاشی موفقه؟ نه. تلاش در جاش باعث موفقیته. جایگاه و چطور ما بشناسیم یا ابزار علمی، هر کس در جاش تلاش بکنه با امید بی امید فضایی فراهم میشه که پیروزی ها میان سراغش. نیازی نیست این بری دنبال پیروزی. تو وقتی خوب بازی کنی قراردادها میان سراغت. نیازی نیست تو بری سراغ قرارداد. موقعیت ها میان سراغت. نیازی نیست تو بری سراغشون. و وقتی در جایگاه خود قرار گرفتیم اوضاع دگرگون خواهد شد، اوضاع عوض خواهد شد. پیرزنی هستش که میگن که مادر بزرگ موزس، شنیدین، 70 سالگی تازه جایگاه خودش شناخت و شروع کرد نقاشی کردن. میلیون‌ها، 1,200,000 دلار همین چند سال پیش یکی از تابلوهاش فروخته شد. تازه تو 70 سالگی رفته جاش. علامت جایگاه خیشیه. دو تا علامت داره. اگر تو این جایگاه قرار گرفتی و تلاشگر بودی، دیگه چیکار با امید داری؟ تو به نتیجه میرسی. پشت سر هم میاد. نه از شکست میترسی، نه از کامروایی مغرور میشی. به پیش. اون دو علامت، یک لذت فوق عادی، دو پیشرفت فوق عادی. این دو علامت پیشرفت، علامت تلاشگرایی بجاز، علامت جایگاه خیشه. و اینو نگاه کنی، این به دنبال اینکه درخت بشه؟ نه. این اصلا به فکر درخت شدن؟ نه. این تلاشگراست و تمام موجودات خلقت تلاشگران. از این یاد بگیریم که میشه کاف اسفالت رو تا برسه. پس تلاشگرایی، پس پایان امید پایان زندگی نیست، پایان تلاش پایان زندگی است. متشکرم.